سر خط خبر. شلیک ماموران به معترضان در ایران، چند نفر از جمله یک کودک زخمی شدند. نتایج اولیه انتخابات پارلمان لبنان، حزب الله و متحدانش چندین کرسی را از دست دادند. اینجا در بیروت مخالفان حزب الله و ایران آماده جشن می شوند. اختلاف بر سر تحریم های بیشتر علیه روسیه، لیتوانی می گوید مجارستان اتحادیه اروپا را گروگان گرفته. و یک پدیده نجومی نادر، ابر ماه خونی همزمان با ماه گرفتگی کامل. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران تصاویری که از اعتراضات منتشر شده، زخمی شدن چند نفر از جمله یک کودک را نشان می‌دهد. اعتراض‌ها در پی موج جهش قیمت کالاهای اساسی شروع شد، اما شعارها بلافاصله خشم معترضان از حکومت را نشان داد. آمریکا هم از تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در ایران حمایت کرده. همزمان رئیس قوه قضاییه هشدار داده با کسانی که به گفته او قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند، برخورد بازدارنده خواهد شد. پرهام قبادی گزارش می‌دهد، با این هشدار که بعضی تصاویر این گزارش ممکن است ناراحت کننده باشد. آمو کیه زهد آمو؟ های قربون برم، نه یه ساشم کچلوه. کودکی که با شلیک ماموران امنیتی در ایران مجروح شده در جریان اعتراضات اخیر. یه همکار ماموران نیرو انتظامی و بسیج استان چهارمحال بختیاری رحم به بچه 7-8 ساله هم نکردنه. در جای دیگر در همین استان مردی که ساچمه باران شده. امروز 25 اردیبهشت. این هم تصویری از سر و کمر یک معترض از مرکز همین استان. در شهر کرد گاز اشکاور هم زدند، بی توجه به حضور سالمندان در میان جمعیت. این تظاهر کنندگان تاوان اعتراضشان را می‌دهند. روزی نیست که شعار علیه بازیگردان اصلی سیاست ایران ندهند. اینجا شهر کرد یک شنبه اعتراضات همچنان ادامه داره. ترس‌ها ظاهراً ریخته، با دست خالی سینه سپر کردند و پاسخ ماموران. بار دیگر معترضان به یک پایگاه بسیج حمله کردند، این بار در هفشجان. این هم حسینیه میشه. تظاهرات دیشب هفشجان شکستن شیشه‌های حسینیه. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی از تظاهرکنندگان ایرانی حمایت کرد. تظاهرکنندگان شجاع ایرانی برای حقوقشان به پا خواستند. مردم ایران حق دارند از دولتشان انتظار پاسخگویی داشته باشند. ما از حق آنها برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مجازی و واقعی بدون ترس از خشونت و مجازات حمایت می‌کنیم. این موضع آمریکا به مذاق حکومت ایران خوش نیامد. دولت آمریکا و این توییتی که شما گفتید نشون میده که کاری که دولت کرده و این مسئول سازی اقتصاد و مردمی سازی که در حوزه اقتصادی انجام داده واقعا موضوعی که اونها نگرانش هستند. مسیر دولت برای خونسازی تحریم‌ها، برای بی اثر کردن تحریم‌ها، برای جدا کردن اقتصاد ایران از دلار، برای اینکه حد اکثر مسئول‌سازی صورت بگیره، یک مسیر قطعی است، هر چقدر هم که ایالات متحده دردش بیاد. اما فعلا مردم کوچه و بازارند که میگویند از سیاست‌های اقتصادی دولت درد می‌کشند. مردمی که فعلا پاسخشان را با گلوله و باتوم دادند. پرهام قبادی، بی بی سی.
همکارم ترانه فتلیان از بخش شبکه‌های اجتماعی بی بی سی اینجا با ماست. ترانه، تو چه واکنش‌هایی از کاربرا دیدی؟ باران، چند روزه که همزمان با اعتراضاتی که توی خیابون‌ها دیدی، مردم در شبکه‌های اجتماعی هم دارن اعتراض می‌کنن. هشتگ‌های مختلفی مثل اعتراضات سراسری، گرانی افسار گسیخته داره چند روزه که در فضای مجازی دست به دست میشه. خیلی از این هشتگ‌ها استفاده میشن برای اطلاع رسانی از وضعیت در مناطقی که درشون داره اعتراض میشه. یکی از دلایلش هم میتونه این باشه که هم با اعتراضات سرعت اینترنت در این مناطق پایین اومده و مردمی که در محل هستن خیلی سخت میتونن صداشون رو برسونن و کسان دیگه دارن تلاش میکنن که تصاویر رو دست به دست بکنن، اطلاع رسانی بکنن. همینطور که در گزارش پرهام و در تصاویر هم الان داریم میبینیم، خیلی جاها اعتراضات به خشونت کشیده شده. ما صدای تیراندازی رو میشنویم. ماموران یگان ویژه، ماموران امنیتی حضور دارن. دیشب در شهر کرد خیلی شلوغ شده بود و سرعت اینترنت بسیار پایین بود، تقریبا قطع شده بود، اینطوری که مردم داشتن میگفتن که اینترنت رو قطع کردن و شروع کردن به تیراندازی به مردم. خیلی دارن ابراز نگرانی میکنن به خاطر اینترنت و میگن که این طرح سیانت یک جوری داره کم کم اجرا میشه و بعضی میگن که همون بلایی که سر قیمت ها اومده الان سر اینترنت هم داره میاد. و بعضی از کاربرا گفتن که چرا نمیذارین صدای ما شنیده بشه. بعضی از چهره های مشهور هم به اعتراضات واکنش نشون دادن. این یکی از انتقادات و گله های کاربران بود که چهره های مشهور چرا پشت مردم وای نمیسن. الان کسانی مثل ترنه علی دوستی، شقایق دهقان، علی نصیریان، وریا غفوری جزء کسایی هستن که واکنش نشون دادن به اعتراضات و به گرانی ها و به برخوردی که داره در واقع با معترضان میشه. خیلی ممنونم ترانه فتلیان، همکارم با ما. چند خبر کوتاه. سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در ایران بازداشت شد. خبرگزاری مهر بدون ذکر منبع اتهام او را ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار داخل کشور عنوان کرد. آقای مدنی اوایل زمستان پارسال به دعوت دانشگاه ییل برای گذراندن فرصت مطالعاتی عازم آمریکا بود، ولی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه از خروج او جلوگیری کرد. او در زمینه جنبش‌ها و همچنین آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خشونت علیه زنان، تنفروشی و کودک‌آزاری تحقیقاتی انجام داده. ایران میگوید ابتکارهایی برای احیای مذاکرات برجام ارائه داده، اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرده. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه، گفته این ابتکارها در سفر هفته گذشته انریکه مورا، هماهنگ کننده ارشد اتحادیه اروپا، به تهران مطرح شد و ایران حالا منتظر تصمیم سیاسی آمریکاست. مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر به دلیل اختلاف بر سر حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا متوقف شده. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، برای شرکت در مراسم درگذشت خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس پیشین امارات متحده عربی، به این کشور رفت. او دو روز پیش در سن 73 سالگی درگذشت. برای شیخ خلیفه 40 روز عزای عمومی و 3 روز تعطیلی رسمی در امارات اعلام شده. محمد بن زاید، برادر کوچکتر او، از دیروز رسما اداره این کشور را در دست گرفت. در لبنان نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که حزب الله و متحدانش تعدادی از کرسی‌های خود را به احزاب و نامزدهای مخالف واگذار کردند. این در حالی است که نتایج نهایی هنوز اعلام نشده و شمارش آرا ادامه دارد. انتخابات دیروز اولین رأی‌گیری در لبنان بعد از تظاهرات گسترده ضد دولتی در سال 2019 و بحران شدید اقتصادی این کشور بود. کمیسیون نظارت بر انتخابات میزان مشارکت را حدود 41% اعلام کرده که پایین تر از دوره قبلی است. همکارم نفیس کوهنورد، خبرنگار ارشد خاورمیانه بی بی سی از بیروت با ماست. نفیس، چه خبر از آخرین نتایج؟
باران، هنوز منتظریم که نتایج رو رسمی اعلام بشه که مدام داره به تعویق میفته. وزارت کشور گفته که به ترتیب تا امشب اعلام خواهد کرد. وقفه در شمارش آرا در بعضی از حوزه ها رخ داده به خاطر نبودن برق دیشب، که البته سوال هایی هم از طرف بعضی از ناظران پیش آورده بود که امکان تقلب وجود داره یا نه در اون موقعی که برق قطع شده، اما وزارت کشور اعلام کرده که مطمئن هیچ تقلبی رخ نداده. بر اساس نتایج اولیه اگر همینطور پیش بره، به نظر میرسه که حزب الله لبنان و متحدانش ممکنه اکثریت رو از دست بدن در این پارلمان، به خصوص اینکه حزب معروف به قوات لبنانی یا نیروهای لبنانی که از احزاب مسیحی راستگرا و از مخالفان سرسخت حزب الله هست، تعداد کرسی‌های خودش رو دست کم 5 صندلی اضافه کرده، از 15 به 20 رسانده، اونطور که نتایج اولیه نشون میده. این یعنی که حزب جنبش میهنی آزاد به رهبری جبران بسیل از متحدان حزب الله که اون هم حزب مسیحی مارونیست و رقیب قوات، میتونه صندلی‌های زیادی رو از دست داده باشه که خب این دست حزب الله رو ضعیف میکنه در روند تشکیل دولت. اما چنین اتفاقی اگر بیفته و حزب الله اکثریتش رو از دست بده، چقدر ممکنه که این تشکیل دولت رو باز هم با مشکلاتی مواجه کنه و از اون طرف باعث بشه که باز هم لبنان از نظر این که بخواد کمک بین المللی بگیره با مشکل مواجه بشه؟ بسیار باران، این کشور حتی وقتی که حزب الله و متحدانش اکثریت داشتن در تشکیل دولت، ماها وقت لازم داشتن و حتی مدت‌ها طول کشید بعد از سال انتخابات سال 2018 که رئیس جمهوری انتخاب بشه و نخست وزیر انتخاب بشه و دولتی تشکیل بشه، و دولت اصلا انقدر شکننده بود که بلافاصله عملا با بحران جدیدی مثل تظاهرات مواجه شد. سالهای دوره‌های قبل هم ما شاهد این بودیم که 3 سال مثلا طول کشید که رئیس جمهوری انتخاب بشه. در نتیجه این خیلی مشخصه که ما وارد یک دوره بحران دیگه و ابهام دیگه در لبنان خواهیم شد، با توجه به اینکه هیچ حزبی نمیتونه به تنهایی اکثریت رو داشته باشه و هیچ حزبی هم انقدر مطمئن نیستش که بتونه در داخل پارلمان اتحاد یا گروه خیلی بزرگتری رو تشکیل بده. و در نهایت به نظر میرسه که باز هم لبنان در گرفتن وام بین المللی که به شدت به اون نیاز داره دچار مشکل خواهد شد اگر روند به همین شکلی که همیشه پیش رفته پیش بره، با توجه به اینکه به شدت شرایط امنیتی هم اینجا حساسه. دیشب ما صدای شلیک خمپاره رو شنیدیم که ظاهرا برای پیروزی بود، اما در یکی از مناطق تحت کنترل جنبش عمل از متحدان شیعه مهم حزب الله شلیک شد. الان من صدای مخلوطی از رگبار گلوله و آتشبازی رو دارم میشنوم که البته هنوز روز روشنه، ولی صداش رو ما داریم میشنویم و ویدیوهایی هم منتشر شده از مناطق مختلف لبنان که نشان از احتمال درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های رقیب میده. خیلی ممنونم نفیسه کوهنورد، خبرنگار ارشد خاورمیانه BBC از بیروت با ما. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. تصاویری که از اعتراضات در ایران منتشر شده، زخمی شدن چند نفر از جمله یک کودک را نشان می‌دهد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات لبنان، حزب الله و متحدانش چندین کرسی پارلمان را از دست دادند. در ادامه این برنامه، ابر ماه خونی همراه با ماه گرفتگی. وزیر خارجه لیتوانی میگوید که یک کشور اتحادیه اروپا را بر سر تحریم‌های جدید علیه روسیه گروگان گرفته. گابریل لیوسوس لاندنس
برگیس این را در بدو ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت و منظورش ظاهراً مجارستان بود. مجارستان از تحریم‌های قبلی اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت کرده، اما ویکتور اوربان نخست وزیر این کشور که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد گفته که تحریم نفت اقتصاد را ویران می‌کند. برای صحبت بیشتر در این باره حبیب حسینی فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان با ما هستن. آقای حسینی فر، اتحادیه اروپا تلاش زیادی کرده در چند ماه گذشته برای اینکه بتونه به یک توافقی برسه در این باره، ولی همه اعضا با هم توافق ندارن و مجارستان صدها میلیون یورو میخواد اگر که بخواد که چنین کاری بکنه و تحریم بکنه نفت روسیه رو. درسته، در نظر بگیریم که خب این مثلا پکیج ششم تحریم ها علیه روسیه که شامل نفت روسیه میشه و اصلا با مشکل برخورد کرده، رغم که مجارستان بالاخره با سختی به اصطلاح اون تحریم زغال سنگ روسیه رأی مثبت داد، ولی در این مورد میگه که تحریم نفتی عین اینکه بمب اتمی در اقتصاد مجارستان منفجر بشه. البته صرفا هم مجارستان که خب به لحاظ نفت 85% و به لحاظ گاز 60% به روسیه وابسته است، در این زمینه تنها نیست. یعنی در نظر بگیریم که کشوری مثل اسلوواکی و چک که اونها هم هیچ ارتباط دریایی ندارن، تو این زمینه تقریبا هم نظرن با مجارستان. علاوه اینکه بلغارستان هم پیوسته به این مجموعه این کشورها، حرفشون هم اینه که صرفا این نیست که ما به این خط لوله متکی هستیم به لحاظ نفت و به لحاظ دریایی امکاناتی نداریم، بلکه پالایشگاه‌های ما هم باید به اصطلاح مختص نفت روسیه تو اصطلاح ایجاد شدن و اینها هم باید تغییر مسیر بدن، بازسازی بشن. تو همه این حرفاست که مجارستان عنوان میکنه حداقل ما برای این گردش انرژیایی چیزی در حدود 5 سال وقت لازم داریم، چیزی در حدود 500 میلیون یورو در هر سال باید بگیریم. به نظر میاد یه بخشیش چانه‌زنی مالی و اقتصادی است، بخشیش هم واقعیتش اینه که خب همونطور که اینها میگن لحاظ اقتصادی فشار داره میاره، در حتی در مورد خود آلمان و کشورهای دیگه هم به نوعی تأثیر گذاره. ضمن اینه که خب اینه که واقعا چقدر بر روسیه هم تأثیر بذاره این تحریم ها، اون هم یک علامت سوال. دقیقاً گزارشی که منتشر شده از درآمد روسیه از ابتدای سال جاری میلادی از صادرات نفت و گاز نشون داده که 50% درآمدش بیشتر شده. از طرفی خود آلمان که انقدر به گاز روسیه وابسته است، امروز در مذاکراتی که برگزار شده گفته که ما امیدواریم که تا چند روز دیگه به توافق برسیم، ولی احتمالاً مرحله‌ای خواهد بود و بعضی کشورها فرصت بیشتری خواهند داشت برای اینکه بتونن خودشون رو از گاز و نفت روسیه به هر حال جدا بکنن. چقدر اون وقت چنین چیزی اصلاً میتونه مشکل ساز بشه برای روسیه و مانع پیشرویش بشه در جنگ اوکراین؟ خب اگر آمار فرض کنیم سال 2021 رو مبنا قرار بدیم در مورد روسیه، چیزی در حدود 180 میلیارد دلار درآمد از نفت و فرآورده‌های نفتی داشته، نصفش از اروپا بوده و خب این مقدار چیزی در حدود 36% بودجه روسیه رو تشکیل میده. ولی همونطور که شما اشاره کردید، همین که توی این مثلا ملتهب شدن بازار انرژی و رغم کم شدن واردات اروپا روسیه تونسته دوباره درآمدش رو ببره بالا، نشون میده که اول خب بازار انرژی آنچنان وضعیتی نداره که اروپایی ها لزوما با تحریم‌هاشون بتونن ضرر اساسی با روسیه حداقل در کوتاه مدت بزنن. ثانیاً خب ارتباطاتی که با روسیه با فرض کنید با توجه به اینکه تحریم همه جانبه نیست، کشورهای بزرگی مثل هند و چین هم به این تحریم ها نپیوستند، سخته برای اینکه اتحادیه اروپا بتونه از طریق این تحریم به نتیجه مطلوب برسه. هرچند که خب به هر صورت این ارزیابی هستش که روسیه تا پاییز امسال از این اگر این اجرا بشه این تحریم های نفتی بالاخره متحمل ضررهایی میشه، ولی اینکه ابعاد این ضررها چه جوری باشه همونطور که گفته شد سرش خب سوالی اساسی بزرگی در جریان. خیلی ممنونم ازتون حبیب حسینی فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان. اوکراین میگوید نیروهایش که در نزدیکی خارکیف با نیروهای روسی میجنگیدند تا مرز روسیه پیش رفتند. نیروهای اوکراینی در روزهای گذشته موفق شدند بخشهایی از مناطق شمالی را پس بگیرند، اما در شرق اوکراین، شرق دنیپرو، پذیرای کسانی است که از مناطق جنگ زده فرار میکنند. این شهر همچنین پذیرای بخش مهمی از مجروحان جنگ است. کسرا ناجی و تهیه کنندهاش سوران قربانی از اوضاع این شهر گزارشی تهیه کردند که با هم ببینیم.
هزینه انسانی آنچه به جنگ پوتین معروف شده. تجاوز نظامی نیروهای روسیه به اوکراین به دستور رئیس جمهوری روسیه، جنگی که دارد قبرستانها را آباد میکند در هر دو طرف جبهه ها. این قبرستان در نزدیکی دنیپرو. این زن همراه برادرش برای سر زدن به همسرش آمده که با شروع جنگ داوطلبانه داخل ارتش شد و 7 هفته بعد در یکی از جبهه های نزدیک اینجا در دونیتسک کشته شد. تنها یکی از قربانیان رویای کشورگشایی رئیس جمهوری روسیه. میگوید زندگیش پرپر شده. میگوید آتش این جنگ روح او را سوزانده. یکاش پستاتا سلیس نمایه. وجه نمایه. دیگر اشکی برایش نمانده. احساس میکند که از داخل تهی شده. میگوید این جنگ یک دیوانگی بود که چیزی جز درد برای او نگذاشت. در آن طرف شهر این رستورانی که حالا به پناهگاهی تبدیل شده برای کسانی که از جنگ در مناطق شرقی می‌گریزند. مناطقی که اکثرا روس زبان هستند و ولادیمیر پوتین مدعی بود که می‌خواهد آنها را نجات دهد و در عمل آنها را آواره کرد و حالا به امنیت نسبی دنیترو پناه آوردند. سابینا همراه دختر 10 ساله و پسر 13 سالش چند روز پیش از بخمت گریخت در 100 کیلومتری شرق اینجا که این روزها زیر بمباران های شدید نیروهای روسی است. میگوید حالا برنامه ندارد. میخواهد اینجا بماند تا وقتی که بتواند به خانهش برگردد. خانهی که میگوید در اثر اصابت یک موشک 2-3 متری نابود شده. میگوید حتی لباس هم با خودش نیاورده. تنها چند روز پیش برای پسرش یک دوچرخه خریده بودند. شوهرش مانده تا از خوکهایشان نگهداری کنه. در بیمارستان شماره 8 در دنیپرو مقام‌های بیمارستان قبول کردند که به ما اجازه بدن با بعضی از مجروحان جنگ صحبت کنیم. مجروحان جبهه‌های دونیتسک. ویتالی 43 سال دارد و مجروح ترکش‌های گلوله‌ای توپ است که به سنگر او خورد. از 15 نفری که در سنگر بودند 5 نفر مجروح شدند. 3 نفر به طوری شدید. او که سابقه کار در ارتش دارد یک روز بعد از شروع تجاوز روسیه دوباره به ارتش پیوست. او میگوید اگر نتواند به جبهه برگردد از تخصصش برای آموزش دیگران استفاده خواهد کرد. او نمیگوید تخصصش در ارتش چه بوده. در قبرستان دنیپرو در همین حال این جوان با موبایلش یک ترانه میهنی گذاشته و با دوستش راز و نیاز میکنه که چند هفته بعد از شروع جنگ کشته شد. دوستی که با او بزرگ شد. اوکراین تعداد تلفاتش را اعلام نمیکنه، اما روشن است که تلفات سنگین است و جوانان زیادی به خاک و خون کشیده شدند. این جنگ اما حس میهن پرستی را تقویت کرده و وحدت علیه دشمن خارجی. گزارشی از کسری ناجی بود. چند خبر کوتاه. صرافان افغانستان به اعتصاب سراسری 2 روزه پایان دادند. آنها به طرح جدید بانک مرکزی طالبان معترض بودند. بر اساس این طرح صرافی ها برای دریافت مجوز باید 5 میلیون افغانی ضمانت بپردازند و 50 میلیون افغانی هم پول نقد داشته باشند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان به بی بی سی فارسی گفته که طالبان قول دادند به خواسته های صرافان رسیدگی کنند.
رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در توییتی نوشته آقای کرزی امروز پاداش برخوردش با طالبان را دریافت می‌کند. دیروز طالبان از سفر حامد کرزی به امارات متحده عربی جلوگیری کردند. او قرار بود با هماهنگی سفارت امارات در کابل در مراسم تشییع جنازه شیخ خلیفه بن زاید رئیس پیشین امارات شرکت کند. آقای اسپنتا در اولین انتقاد نسبتاً صریح گفته که نوع برخورد حامد کرزی با طالبان در دوران ریاست جمهوری او دلیل اصلی اختلافات در تیم آقای کرزی بود. ابرماه خونی که از چشمگیرترین مناظر آسمان است در ساعات آغازین بامداد امروز در بعضی از نقاط زمین رؤیت شد. عکاسان و فیلمبرداران توانستند تصاویر زیبایی از درخشش این ماه را ثبت کنند. پدیده ابرماه زمانی رخ می‌دهد که ماه در نزدیکترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد و بسیار بزرگتر و نورانی‌تر از حالت معمول دیده می‌شود. وقوع همزمان ماه گرفتگی در بعضی مناطق هم باعث شد که ماه دقایقی به رنگ قرمز دیده شود. هامین تیاب گزارش می‌دهد. ابرماه، ماه کامل، ماه خونین و ماه گل، ماهی که در 25 اردیبهشت در پشت معبد باستانی پوسیدون در یونان طلوع کرد. معبد باستانی پوسیدون متعلق به قرن 5 قبل از میلاد است که بر روی صخره ساحلی در دماغه سونیون و در جنوب شرقی آتن قرار دارد. تماشاگران در اطراف این عبادتگاه باستانی در انتظار طلوع ماه جمع شده بودند. به دلیل شرایط مساعد هوا در بخش‌های مختلفی از جهان میلیون‌ها نفر شاهد این ماه خونین بودند. رنگ نارنجی مایل به قرمز نتیجه طلوع و غروب خورشید در جو زمین است که روی سطح ماه منعکس می‌شود. چون این ماه به رنگ نارنجی مایل به قرمز دیده می شود، به ماه خونی هم شهرت دارد. سالنامه کشاورز پیر که نام بومیان آمریکا را برای ماه‌های کامل منتشر می کند، این ابر ماه خونین را بر اساس نامگذاری قبایل بومی آمریکای شمالی ماه گل نامیده. دلیل این نامگذاری این بوده که بومیان متوجه شدند که این اتفاق همزمان با شکوفایی گل‌ها رخ می دهد. و این ماه هم از دید آنها همچون گلی شکوفا و زیبا بود. این قبایل نامهای دیگری هم به این ماه دادند که همه آنها مرتبط با فصل بهارند. اسمهایی مثل ماه جوانزنی یا ماه تخمگذاری. این ماه کامل بر اساس سالنامه یک ابر ماه و مصادف با ماه گرفتگی کاملی بود که تنها در نیمکره غربی دیده می شد. ناسا، سازمان هوانوردی آمریکا، ماه کامل اردیبهشت را ابر ماه حاشیه‌ای نامیده. ابر ماه همان ماه کامل است که در نزدیکترین مدارش به زمین قرار دارد و همین باعث می‌شود بزرگتر و درخشانتر دیده شود. هامین تیاب، بی بی سی. ممنون که با ما هستید.